درود بیکران پاگنده ایران امروز آقای گاگول نشان خرفت نشان دیدم که گفتگویی داشتن با نیروهای دریایی سربازان نیروی دریایی و صحبت کردم حتی صحبت کامل بیرون نیمده تیکایی که خودشون دادن بیرون حالا صحبت رو کامل گوش میکنم اگر لازم بشه فرد شب که البته یک جلسه خیلی جنجالی در کلاب هاوس داریم ولی اگر بشه برای سه برنامه ای خواهم کرد چون فردا خیلی سرم شلوغه اگه صحبت های آقای خرف نشان درست باشه ببینم اگه مثلا خیلی صحبت های مهمی هست برای سهشنبه برای شما برنامه میسازم اما دیدم این محرم امسال خیلی اینا رو آتیش زده محرم شرابی پارشون کرده حالا به جز خود این آقای خرف نشان دیدم که بقیه بعضی از چهره هم حرفایی زدن که در طول برنامه خواهیم داشت در این بخشم یه نگاهی هم به حالا آیه رائفی پور میکنیم که حرف رهبری رو رد میکنه به یه شکلی ببینیم آیه چیز چی میگه این آیه خامنه ای امروز چی گفته این یه تیکش رو نگاه کنیم تا من حالا صحبت های کاملشون در بیاد که بررسی کنم ولی این یه تیکر داشته باشید امسال محرم پرشوری بود خیلی پرشور واقعا پرشور بود چقدر ویدیو رسید که مردم مشروب میخوردن و میگفتن که لعنت بر حسین درود بر یزید اصلا امسال دل یزید شاد شد برای که اولین بار بود تو مملکت شیعه کلی شیعه زاده گفتن درود بر یزید خیلی پرشور بود خیلی به برکت توجهات حضرت بقیت الله اروان رو پیدا حالا, حالا همونی که میگی توف دوش بیاد ولی واقعا پرشور بود به برکت خوده حالا هر خری که میخوای اسمش بیاری دشمن ها سعی کردن سعی کردن سعی کردیم ما سعی نکردیم سعی عربیه ما تلاش کردیم کوشش کردیم پارت کردیم <تصفح> عزیزم سعی چیه دشمن 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 میخواست سعی کنه عزیزم من در چهره که تخریب شده ی امید دانا امید ضعیف شده اعلام کرد محرم شرابی ترکید فضا ترکید من <applause> تو میگه خودت بزن تا خوشحالم چون میدونم که هم خودت میدونی هم ما میدونیم که چه ما رو رصد میکنن و چه گزارش کار ما رو میارن جلو دستت میزن خوشحالم بعد از 1400 سال که اینقدر ما اپوزیسیون لب و دهن بیانیه ویترینی خیلی گوه خور داریم اما ما کاری کردیم تو این 1400 سال کارستان هیشکی نکرده بود که بچه شیه زاده رو ترغیب کردیم تشویق کردیم سازماندهی کردیم مشروب بخورد وسط زور آشورا بگه لعنت بر حسین پس دشمن سعی کرد البته ما سعی نکردیم ما که دشمن نیستیم ما عاشق ایرانیم دشمن دوی. دشمن دشمن خیلی چیز بدیه ما تلاش و کوشش کردیم ببین ما سه واژه داریم تلاش کوشش ولی همه سعی عربی میکنن ببین چه جوری روزمون ما کار کردن سعی عربیه ما تلاش و کوشش کردیم پارتونم کردیم بفرمایید آیه خرف تلاش کردن که محرم رو بیرونق کنن درست نقطه مقابل اون که اونا میخواستن بله بله دقیقا دقیقا اصلا دیدید پر شده بود به تعداد آدم هایی که امسال نرفتن محرم به جاش تبل گنده در آوردن کلی تبل و از این بلنگوها و اینا از دلم اینکه پرشور برگزار شد اگه منظورت اینه چون مردم نیومدن به جای مردم تبلاتون بیشتر شد سنجتاتون بیشتر شد صدای بلنگوهاتون بلندتر شد پرشورتر شد حق با شماست بنده اینجا اعتراف میکنم بسیار شلوغتر بود امسال حسابی خرج کردی چون به هر هیئتی پنج میلیون دادی ولی اگر منظورت آدم هست یعنی مردم اومدن خب این خیلی خوبه که اگر واقعا خدا کنه بهش هم اعتقاد داشته باشی تو که رهبر این جماعتی اگر واقعا به این حرفات اعتقاد داشته باشی خوشا به حال ما که رهبر دشمن در باب مسائل واقعی میدانی واقعیت ها تا انقدر در ناکجا آباد سیر میکنه تو همون ناکجا آباد باش که ما داریم ترتیب امام حسین تو میدیم آره بفرمایید آقا بفرمایید دهه آشورای امسال از دهه های آشورای سالهای قبل پرشورتر آره. پرحرکتتر آره. پر بله بل... توی 1400 خداییشی که محرم شرابی نذاشته بود بعد کمپین سپید پوشی نبود تو این 1400 سال دسته ازداری با موسیقی نرفت برای یکی یک از کشته شدگانی که ضد اسلام و ضد حجاب اسلامی کشته شده بود به مانند خانم قزاله چالابی در خونه مادرش اینا واقعا تو این 1400 سال انقدر پرشور نبود که ما مراسم محرمی داشته باشیم که یه پا این بر یه پا اون بر تو حلق تشنه عبالفز مدفوع کنیم آره خیلی امسال شلوغ بوده ایزم بفرمایید خواهش میکنم رونقتر و پرفایده تر خیلی کار خدا اینجوریست بله کاری که برای خدا انجام بگیره و در خط اهداف الهی باشه خدای متعال به اون کمک میکنه خب ببینید فشار تا اونجاست که چند ساله پیش نمیومد بگه پرشورتره ببین این این های خامنه من حکم یاد اون بچه پر روی میندازه که برده بودش مولا نصردین یه ترتیبی ازش داده بود بچه بازی کرده بود مولا نصردین و این بچه رو دوش مولا نشسته بود تو بازار میگفت به خدا الان تو زیرزمین فلانجا من افتاده بودم رو مولا نصردین ترتیبشو دادم بعد مولا اسدین میگفت عاقلان دانن الان حکایت ما با آقای خامنه ایه. بله پرشورتر بود بله عاقلان دانن عاقلان واقعا واقعا مردم که کورن ندیدن که جمعیت خلوت بود <applause> دیگه کار به جایی رسید که تحلیلگرا و چه میدونم خودش نگفت آقا خداییش دیگه امسال خیلی خلوت بود بگذاریم کاری نداریم این امسال در 402 بدون شوخی ما پایان شیعه رو دیدیم یعنی شیعه رفت تو دفاع قلعه ای و ورشکستگی شیعه در کوچه بنبست حسین حسین پدر گشت ارشاد رقم خورد و حالا اینا بالاخره پر دیگه ترتیبشون رو ترتیبشونو دادیم محرمشون رو به کردیم بیابرشون کردیم محرمشون امسال خلوت خلوت اونجا میگن میگه امسال پرشورتر بود آقا اگه پرشورتر بود که آیا خامنه‌ای چرا اینجوری میگه دقت کنید چه میگه درست نقطه مقابل اون که اونا میخواستن اتفاق افتاد آشورای امسال از دهه های عاشورای سالهای قبل پرشورتر پر حرکت خب شما فکر کن مثلا ما محرم شرابیمون مثلا کارش گرفته دیگه دیدی من چه جوری میگم مثلا وقتی محرم شرابی میگم چون موفقیت آمیز بوده با یه هیجانی میگم بعد محرم شرابی ترکونی حالا فکر مثلا اینجوری محرم شرابی نگرفته ولی من میخوام به شما دروغ بگم گرفته چه جوری میگم درود میفرستم به شما بینندگان عزیز خیلی خوشحالم که امروز برنامه های منو دنبال میکنین و سپاسگزاری میکنم از عزیزانی که به کمپین محرم شرابی پیوستن واقعا محرم شرابی امسال خیلی ترکون واقعا تعداد زیادی اومدن و دیدید که محرم اینا امسال بیا ایزم اگر محرم شرابی ترکونده چرا تو داری انقدر با آروم صحبت میکنی چقدر داری با یه حالت بدون حیج ایزم گرفته باید بگی بله دیدید آمدن که محرم رو خراب کنن اما آهاد ملت امت شهید پرور لیکن تو دهن رشمن زد تو دهن رشمن. پرشوری رو دیدید دیدید چگونه مردم سین زن اینجوری میگن نه اینکه بنی ما امسال محرممون به لطف آهاد ملت به لطف امت شریف و فرق، به لطف دهیه حول قوه الهی خیلی شلوغ بود اینجوری که داری میگه یعنی اوضاعتون خرابه این از این داستان که حالا اونو که دیگه قضیه روشنه اما در کنارش دیدم رائفی پور آقا یه خود هماهنگ کنید با هم دیگه دیدم رائفی پور در مورد وضعیت مساجدشون صحبت کرده بفرمایید ایزم این همه مسجد چی شده شده سالمندان بعد بچه عرضه میدونید دیگه ببینید محرم امسال خدایش نسبت به حفیقای خامنه ای می میزنه پرشور بود البته در چارچوب لوات رضا سقطی ها اومدن یعنی اصلا ترکوندن محرم شرابی ما را آقای رضا سقطی محرم لواتی رو کرد و گفتیم آقا پدر سوخته رقیب شد تا اومدیم ببینیم چه خبره آقای سفری محرم خود ارزایی رو کرد ای بابا آقای سفری تا اومدیم یه خورده به یه رفه اون آقای مهدی حقشناس با باجناخ گرامی محرم باجناقی رو کردن آقا چقدر چقدر پرشور محرم چه محرمی دارن اینا امسال حالا شما بفرمایید آیه رایفی این همه مسجد چی شده شده آسایشگاه سالمندان یا yeah. مساجدتون شده آسایشگاه سالمندان بعد بچه کوچیک هم اگه برن اونجا هم پیرمردان آره میشن پتشون کن بیرون یعنی پاشو برو بیرون بابا اینجا چیکار نه نه شما برید بیرون الان صندلی میذارن تو مسجد ها فکرم چند وقتی یه تخت بشه اینجوریه این خیلی دردابره ها آره. بسیار منو شما دیدیم در یک مسجدی که دیگه بعد کانون این وحدت باشه جنگ جهانیه سر دستشویش به خصوص جنگ جهانی سر دستشیش یعنی شما نمیدی تو مساجد سر دستشویی رفتن چه دعواهایی وجود داره جدی بهتون میگم اصلا مسجد و دستشوییش که آدم بره اونجا برای خوش رو تخلیه کنه بفرمایید بین کانون مسجد <applause> با امام جمال با حیات و, و بسیج مسجد ببین این خیلی حرف مهمی داره میزنه دوباره بگو کیا با کیا دعوا دارن باشه جنگ جهانیه بین کانون مسجد بین کانون مسجد با امام جمع. کانون مسجد با امام جماعت با هیئت امنا با هیئت امنا و بسیج و بسیج مسجد این یعنی چی من یه برنامه‌ای ساختم مار شیعه در حال بلعیدن خودشه ببین یک جریانی زمانی کارش تمومه که اون جریان اولا در توده مردم اقلیت بشه خب ما الان جریان مذهبی نسبت به توده مردم 90 میلیونی در بهترین حالت 14 15 میلیونن بهترین حالت همون هم ریزش داشته حالا تو انتخابات امسال رو میشه بعد با این ریزش شدید شما بیایی چیکار کنی؟ در حقیقت همون تعداد اندکم هم خودتون رو تقسیم کنی به قهوهی و قهوهی سوخته و صورتی و تازه بازم تو همون صورتی یا تقسیم بندی های خود داشته باشی تو قهوه یا تقسیم بندی های خود و به طبعش در قهوه سوخته ها دسته بندی های خود مثلا شما تو قهوه سوخته ها شما اون یارو مرتکه آخون فراهانی دنبال امر به معروفه این یارو بهاره بهاره دلم بی تو آروم نداره خانم بهاره جنگ روی هم جز قهوه سوخته است بعد این فراهانیه با این جنگ روی خودشون تو دعوان یعنی اینا دیگه جفته هم در کانتکس قهوه سوخته تعریف میشن ولی در همون قهوه سوخته بهاره میره توی ورزشگاه آزادی آقای فراهانی نمیره ورزشگاه آزادی میان میدون امام حسین هر دو با هم دیگه در یک تم تم دفاع از حجاب اجباری تظاهرات میزنن به فاصله یک روز اینا چی رو به شما میخواد نشون بده میخواد نشون بده مار شیعه در حال بلعیدن خودشه یعنی اصلا این خود برندازیه این بربه اپوزیسیون ما که شلوارش رو واقعا نمیتونه بالا بکشه ولی خب چه ربطی داره اینا خودشون خودشون رو دارن برانداز میکنن اینکه اپوزیسیون شلوارشون نمیتونه بکشه بالا به معنای این نیستش که این پوفیوزای شیحه اسنا حشری میتونن بکشن بالا اینا خودشون خودشون رو دارن نابود میکنن واقعیت داستان اینه بنابراین اینجا این هم اعتراف میکنه میگه آقا جان کانون مسجد با امام جماعت با هیئت امنا و بسیج مسجد دارن جنگ جهانی میکنن شید. با امام جماعت با هیئت و بسیج مسجد جنگ جهانیه اینو یوی ای ای با هم یکی میشن اونو میزنن اون با این اصلا بعد میگن که چرا نمیدونم کسی مسجد نمیره خب این اعترافات سریحه اینا, اینا افراد ببین اینا تیپ های پروپاگاندای رژیم یعنی این فردی که صرفا نه سواد آنچنانی داره نه شعور آنچنانی داره تو توهمات ظهور امام زمان و اینا هست قضیه به کجا رسیده نقشش که پروپاگاندا برای رژیمه رسیده به آسیب شناسی و گفتن بخشی از واقعیت های درونی جریان مذهبی آیا خامنه ای یه زمان شما اگه دوست دارید چون دیدم خیلی الان داری به اصل پرشوری میکنی میخوای بگی مساجد هم خیلی پرشورن نه اینا چرت و پرت میگن این که دیگه معاند نیستش که این داره میگه مساجد خونه سالمندان شده فقط این نمیگه پیش پیشم که پناهیان گفته دیگه یه مقدار بابا چقدر شما ها پر روید بالا اون بچه هم که رو دوش مولانا بود والا اگه پر شما رو ببینه میگه من فکر میکنم در تاریخ من پر رو هم. شما دیگه یکی هم یه سور به من هم زدید دمتون گم عاشقتونم شب و روزگاه خوش تک تکتون رو به اهورام از ایران میسپرم درد و بلاتون بخوره سر این حسین پرستا پاینده ایران بدرود